بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همیشگی شبکه جهانی نور. شما بینندگان عزیزی که در همه شرایط، در هیچ شرایطی ما رو تنها نمیگذارید و در هر شرایطی وقتی تلویزیون رو روشن میکنید سریع اون رسیورتون رو میذارید روی شماره یک که شبکه جهانی نور هست و روز شبهای یک شنبه من در خدمت شما هستم با برنامه گذر و نظر، برنامه خبری تحلیلی شبکه جهانی نور، برنامه‌ای که سعی می‌کنیم خبرهایی رو که کمتر در طول هفته بهش پرداخته شده از طرف رسانه‌های دیگه به صورت خاص بهش پرداخته بشه به اون خبرها تا شما عزیزان به چند و چون کار بیشتر اطلاع پیدا کنید. بخش اول برنامه بخش مطبوعات هست. مثل همیشه بشینید و از جاتون تا آخر برنامه بلند نشید. اولین خبر رو از روز جمعه شروع میکنیم. از روز جمعه شروع میکنیم یعنی چی؟ یعنی از خطبه های روز جمعه. دعوت، کار دعوت و اصلاح همیشه از وظیفه های مهم یک مسلمان بوده که در موردش به صورت های مختلف صحبت میشده و همچنان هم میشه، که یکی از عواملی که باعث میشه تا بقیه کسانی که از اسلام چیزی سر در نمی آوردند یا کم کم دارن دور میشن از اسلام هم به اسلام کشیده بشن. و اسلام در واقع به امر دعوت خیلی پرداخته. اما خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زاهدان که توسط شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در واقع ایراد شده در همین موارد هست. شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید این هفته در خطبه های نماز جمعه پس از تلاوت آیات 33 تا 35 سوره مبارکه فصلت به تشریح مفاهیم این آیات پرداخت و گفت قرآن عظیم الشان در این آیات بحث را به صورت استفهامی مطرح کرده و میپرسد چه کسی خوش گفتارتر از آن کسی است که به سوی خداوند دعوت میدهد. یعنی هیچ کس، منظور از این استفهام این هست که هیچ کس خوش سخنتر از کسی نیست که به سوی خداوند متعال دعوت می‌دهد. زیباترین گفتار، گفتار دعوتگران به دین است، آنانی که انسانها را به سوی الله تعالی فرا می‌خواند. امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد از این سه آیه اولین آیه در رابطه با مؤذنین نازل شده است. مؤذنان از جمله دعوتگران به حساب می‌آیند، چرا که آنان فریاد می‌زنند و مردم را به سوی الله رب العزت دعوت می‌کنند. اما قرآن مجید اسم مؤذن را تصریح نکرده است تا بدین ترتیب بحث این آیه تمام دعوتگران را شامل گردد. بین کارشناسان علوم قرآنی و تمام علما اتفاق نظر وجود دارد که آیات قرآن مجید اگر مورد آن خاص باشد و الفاظ آن عام، تمام موارد را شامل می شود. بنابراین این آیه تمام دعوتگران را تا قیامت مورد اشاره قرار می دهد و تصریح می کند که سخنان آنان خوشترین سخنان هست. این هم از این، از ابتدای این خطبه. البته همینطور که میدونید خطبه جمعه رو نمیشه کاملش رو در این یک ساعت و نیم توضیح داد و در این بخش 10 دقیقه توضیح داد، اما ما میخوایم به این مسئله بیشتر بپردازیم که آیا واقعا اگر از مردم جوامع امروزی بپرسند آیا واقعا میگن که خوشترین و شیرینترین سخن، سخن دعوتگران به دین هست؟ دو تا امکان وجود داره. یا اینکه مردم درست از دین اطلاع ندارن، یا اینکه دعوتگران کار خودشون رو به خوبی انجام نمیدن. اگر جواب مردم منفی باشه که خوشترین و زیباترین صحبت که زیباترین کلام، کلامی هست که دعوتگران دارند. در این باره از کارشناس محترم برنامه اولین سوالم این هست که مشکل اصلی کجاست؟ مشکل از دعوتگران یا مشکل از مردم؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد. آیا صدای من رو دارید استاد کشکار؟ بله بله، من صدا می دارم، بفرمایید. زنده باشید. اولین سوال من در مورد این بود که همونطور که در خطبه اومده، همونطور که در واقع در قرآن اومده و معنیش به این صورت هست که
خوشترین سخن از میان سخنان اون سخنیه که به سوی الله تعالی دعوت میکنم. اما ما الان در جامعه اگر از کسی این سوال رو بپرسیم که خوشترین سخن چیه، شاید تعداد کمی از مردم این جواب رو بدن که خوشترین سخن اون سخنی که به سوی الله دعوت داده میشه، یه صحبت دعوتگران هست. علتش چیه؟ مشکل از کجاست؟ بله، بسم الله و صلوات و سلام علی رسول الله. خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و محترم عرض سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در ابتدا هم اجازه بفرمایید از جناب شیخ الاسلام عالم جلیل و بزرگوار مولوی عبدالحمید تشکر و قدردانی کنم بابت تلاش و زحمات و خدمات این بزرگوار به جامعه اسلامی ایران. برای او و همکارانش طول عمر همراه عمل صالح از درگاه الله تعالی مثلا دارم. در ابتدا برادر بزرگوارم، عرایزم با آیه کریمه سوره آل عمران آیه 104 شروع کنم. الله تعالی می فرمایند ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. شکی نیست که دعوت به خدا وظیفه همگانیه. این دعوت جزئی است از زندگانی روزمره هر مسلمان در منزلش. به دعوت خانوادهش، از همسر و والدین و فرزندان، و دعوت به خدا در محیط کار با همکاران خودش و همچنین در شهر و روستایی که زندگی میکند. بنابراین آیه‌ای که شما تلاوت کردید، آیا دعوت یک امر واجب هست یا یک امر مستحب هست یا واجب عینی است؟ هر کسی باید دعوت کنه، واجب کفایه است. حکمش چیه؟ یعنی آیا دعوت سنت یا واجبه در کل؟ جالبه. بله، آیه‌ای که در صدر سخنانم به اون عرض کردم، همین آیه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، در واقع این آیه حکم دعوت برای هر مسلمان بیان میکند. بله، در مورد این آیه ولتکن منکم امه، در مورد کلمه منکم، من مفسرین بزرگوار ما در مورد این کلمه دو تفسیر توجیه کردن. بله، در مورد همین کلمه من. حال میخوام اینجا به این برسم که چه حکمی از این آیه کریمه میتوان چه برداشت کرد. بله، این مفسرین گفتن که من در اینجا به معنای من تبعیضیه، یعنی بعضی میرساند، و من جنسیه برای بیان جنس. حال در مورد این دو کلمه بیشتر توضیح بدم. اگر به معنای تبعیضیه باشد این کلمه من، یعنی بعضی از مردم دعوتگر باشند، این میرساند که فقط علما دعوتگر باشند، نه همه مردم. و اما اگر این کلمه من به معنای جنسیه بیان جنس باشد، یعنی جنس مردم، یعنی همه مردم دعوتگر باشند و همه مکلف شدن به دعوت. پس این دو توجیه برای مفسرین بزرگوار ما. حال بیاییم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم. در نتیجه جمع کردن این دو قول باید دیگر تقریبا این حکم برداشت میکنیم که دعوت کردن به توحید یک امر واجبیه. واجب. همه هم به دعوت مکلف هستند. درست. حال سوال جناب عالی در مورد حکم وجوب، آیا فرض کفایی یا سنت یا عینه؟ بله. حالا ببین، من نباید سوالم اینطوری میپرسیدم، چون بینندگان فکر نمی‌کنم اکثرشون تفاوت فرض کفایی و فرض عین رو بفهمن. اول تفاوتشون خیلی به صورت عامیانه، واجب برای هر کسی یا واجب برای یک نفر از جامعه؟ احسن. وقتی ما صحبت از اینو میگیم که واجب کفایی، یعنی اگر عده‌ای از مردم اون این واجب رو انجام دهند، از بقیه ساقط میشه. بله. اما واجب عینی یعنی این که تک افراد بر اونها واجب است که اون که انجام دهند. به عنوان مثال نمازهای پنجگانه یک واجب عینی. حالا این وجود بین فرض کفایی و عینی که تقسیم میشه. درست. چنان که ببین، میخوام به اینجا برسم که چنان که افرادی خودشان را وقت دعوت کنند و دعوت برقرار باشد، این حکم نسبت به دیگران واجب کفایی میباشد. درست. اما چنان که در منطقه دعوت نباشد و هیچ کس هم پیش قدم نشود برای این کار که برود و تحصیل کند و برای دعوت قومش بازگردد، این قوم به طور عموم همگی مقصر و گناهکارند و دعوت در حق اونها که فرض عین میباشد. در این مورد آیه داریم در قرآن کریم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یعنی که یعنی باید از هر قوم افرادی بروند و در تحصیلات دینی تلاش کنند و هنگامی که برگشتند قوم خود را چکار کنند؟ دعوت کنند. ببین برادر بزرگوار، این آیه کریمه اشاره دارد به جهاد و خداوند متعال مستحب ندانسته که همه به قتال بروند، چرا که با رفتن همه به قتال بعضی از مصالح مسلمین من جمله علم معطل می شود. پس بلکه گروهی مشغول علم شوند که بتوانند به دیگران تعلیم دهند و این یکی از ویژگی های مهم دانش و فقیه شدن در این بله. الان یک سال اینجا پیش اومد چون مسئله قضیه سر علم شد. من سال اولم این بود که مشکل جامعه ما از دعوتگران هست یا از مردمه. خب علت اولین پرده به دعوتگران، آیا برای دعوت کردن اول علم نیازه یا نه هر کسی با همون علمی که داره میتونه دعوت کنه؟ چرا نمیپرسم؟ چون حقیقتا تو بخشای زیادی از جوامع میبینیم که کسانی که مثلا در مساجد میان سخنرانی میکنن یا مردم رو میخوان دعوت کنن به این واجب که در برگردنشون هست ادا کنن، شاید گاهی اوقات چیزایی رو از روی علم کم میگند که باعث میشه بقیه جوانها زده بشن از اون فضا، از اون مسجد. یک شاید بعضی اوقات دیده شده که دیده میشه، هر کسی میبینه. جالبه سوالتون گرفتم. ببین صحبتای میشه که خط خلاف واقع هست و با عقل جور در نمیاد. بله ببین خیلی مختصر این هستم که ما وقتی که میگوییم دعوت بر همه کس واجب است، دعوت همگانی باید باشد، این بدان منظور نیست که همه بالای منبر بروند و خطبه ایراد کنند. نه چنین نیست. شکی نیست که دعوت و تبلیغ دین و فتوا صادر کردن تخصص می‌خواهد، نه اینکه همه در این زمینه دخالت کنند که هر جمعه شاید هر کس که بیاید برای خودش قرآن تفسیر کند، حدیثی بگوید، در صورتی که حدیث قوی و از ضعیف نشناسد، نه چنین نیست. دعوت وقتی ما می‌بینیم دعوت بر همه کس واجب است، یعنی هر کس در مجال خودش. اجازه بفرمایید در این مورد من مثال کوتاهی بزنم که بیشتر داشته باشیم این مسئله. به عنوان حسن ختام. بله. بفهم. ببین اگر پزشکی در بیمارستان پس از انجام وظیفه در اثنای کارش دقایقی برای ادای نمازش اختصاص بده، این پزشک با ادای این نماز واجبش یک دعوتگر به دین خدا درآمده. یعنی پرسنل اون بیمارستان از او تبعیت می‌شوند و حتی از نظر روحی روانی بر بیماران خودش تاثیر مثبت می‌ذارد. و اگر حتی ما نگاه کنیم یک وجود یک آموزگار در محیط دبیرستان و یا دانشگاه، همین آموزگار میتواند با اخلاق خوب خودش یک داعی و دعوتگر باشد و همین آموزگار میتواند یک نقش منفی هم بازی کند. برعکس آموزگاری که در جلو زود شاگردان خودش سیگار بکشد، این عمل صد دفعه تاثیر منفی خواهد داشت. درسته. پس شکی نیست که دعوت زمانی مؤثر است که خود دعوتگر عملا ثابت کند و از اخلاق خوبی برخوردار باشد، چرا که در این زمینه هم آیه کریمه‌ای داریم. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. پس یک دعوتگر به اون چی که دعوت می‌کند، ترجمهش نکرد استاد، ولی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، آیا شما دیگران را به خوبی‌ها دعوت می‌کنید در حالی که خودتان عمل نمی‌کنید و خودتان فراموش می‌کنید؟ بله. پس دیگران را به خوبی ها دعوت می کنید و خودتان را تبلیغ نمی کنید. این مسلم است که هر چه دعوتگر بیشتر پایبند باشد، دعوتش موثرتر خواهد بود. درست. یک مطلب خیلی جالبی که این وسط اینجا فرمودید این بود که دعوت فقط به این نیست که یک نفر مثلا به قول شما باره منبر بره و بقیه رو دعوت کنه، با عمل میشه دعوت کرد. درسته؟ بله کاملا همینطور که در مثلا در قضیه اون پزشک شما فرمودید. احسن. الان ببین من یه اشاره دوباره نکته اضافه کنم. دعوت تنها در مسجد خلاصه نمیشه. درسته. شکی نیست که مسجد یکی از پایگاه‌های مهم دعوت است، اما مسلمان هوشیار و دلسوز بایستی که هر فرصتی غنیمت بشمارد در هر جا و مکانی که باشد، هر جا اونجا فرصتی باشد که دعوت کند. امروز دعوت راه‌های گوناگونی به خود اختصاص می‌دهد. دعوت از طریق اینترنت، رسانه، روزنامه و دیگر وسایل انجام می‌گیرد. بله، تلویزیون. پس رسانه و وسایلی که ذکر کردم
مهمترین وسایل دعوت هستند. این امانت بزرگی که باید امانت علمی رعایت کنی و مردم را به توحید و قال الله و قال رسول چه دعوت کنی. ان شاء الله. خیلی خیلی متشکرم استاد از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. یک جمله اگر خواهش می‌کنم. معذرت می‌خواهم. خواهش می‌کنم بفرمایید. اگر امروزه ما در جامعه اسلامی به عدالتی، دین ستیزی، دین گروهی و غیره شهادتین همه به همه به خاطر عدم امر به معروف و نهی از منکر است. یا میشه گفت به حتی امر به معروف و نهی از منکر غلط. به شیوه بلد. غلط. بله اصلا یا اینکه امر به معروف و نهی از منکر معلومه و یا اینکه متاسفانه کسانی انجام میدن که امر به معروف و نهی از منکر که به اون آگاه نیستن. چرا که دعوت نهیه. نهی که یک دعوتگر میکنند و امری که یک دعوتگر میکنند باید نسبت اون چه فقیه باشد. یعنی در دعوتش باید که فقیه باشد. اهل دین باشد. خیلی خیلی متشکرم استاد. متشکرم و خدا یار نگهدارتون. کاش میتونم مثال زیادی بود اما وقتتون کم. متاسفانه وقت ما کم شد. بخشید از شما. خدا نگهدارتون. اما میریم سراغ خبر بعدی. من پس بعدی در مورد طلسم هست. طلسم چی است؟ از کارشناس برام می‌پرسید. من فقط خبر رو می‌خونم. مدعیان دروغین و گسترش رمالی و فالگیری و طلسم در جامعه. وجود مدعیان دروغین ارتباط با امام زمان و همچنین فالگیر و رمال از گذشته‌های دور در جامعه وجود داشته، اما آنچه به نظر می‌رسد آن است که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولین امنیتی کشور، منظورش ایران هست، این مدعیان دروغین که اعتقادات مردم را به یغما میبرند به صورت پنهان و آشکار در جامعه در حال گسترش هستند. این موضوع زنگ خطری است برای مسئولین فرهنگی کشور و تلاش مضاعف آن را میطلبد. در این ارتباط جنجال برانگیز ترین و در عین حال باور نکردنی ترین پرونده دنیای رمالی و فالگیری در سالهای اخیر پرونده آقای محمد هی بود و اون ایشون چیکار میکردن؟ ایشون در قم و در حاشیه تهران حداقل به 70 زن به بهانه بختگشایی و حل مشکلاتشان تعرض کرده، در حالی بود که همه قربانیانشان از ترس آنکه طلسم سیاه او دامنگیرشان شود سکوت اختیار کردند و پرده از این راز هولناک بر نداشته بودند. اما سرانجام مرد رمال با شکایت دختر جوانی که همراه عمه‌اش، ایشون هم برای بختگشایی به خانه شیطانی مرد رفته بود، از سوی او مورد آزار قرار گرفت. تحت تعقیب‌های نیروهای ستاد امر معروف و نهی از منکر بسیج قرار گرفت و خلاصه گیرش آوردن. برگردیم به سوی بقیه ماجرا. من خودم واسهتون شفاهی میگم که قضیهشون چی بوده. رمالا زیاد شدن، بعد ایشون به صورت رمالی دی رو میبره تو خونه خودش، اونجا با دود و اینها بهشون کار میکرده که در حالت اغما برن و بعد بهشون تعرض میکرد. اونا هم که به هوش میومدن به حالت خودشون، به حالت عادی خودشون برمیگشتند، میدن که بله بهشون تعرض شده. اون آقا هم میگفته که نیاز بوده برای این کار، برای اینکه بختتون باز بشه دیگه، خلاصه باید بهتون تعرض میشه. این در این خبر یکی دوتا از این قضیه ها نبود. قضیه های دیگه هم هست که بعضیشون عجیب و غریب هست. یعنی یک عده‌ای برای اینکه بختشون باز بشه میرن پیش یک سری فالگیر و رمال و دانویس و بعد مشکلات دیگه‌ای براشون پیش میاد. یعنی مثلا یک نفر رو به قول معروف تلس میکنن، حالا یک نفر رو با جن مثلا باشه کارایی میکنن. حالا خلاصه میخوام اول از این سوال کنیم، آیا واقعا رمالی یک چیز کاملا مزخرف و دروغ و کاملا واهیه، ادعای کاملا واهیه، یا اینکه نه بعضی از رمالا، بعضی از فالگیرا، بعضی از اونایی که طلسم میکنن و یه مقدار خبره هستن در این قضیه یه کارهایی هم میتونن انجام بدن. حالا اگر میتونن انجام بدن درست هست کسی بره پیششون. چرا اینو میگم؟ چون واقعا بعضی هستن که مثلا رفتن و یک نتیجه‌ای هم گرفتن، آخرش معمولا سوء نتیجه به نتیجه بد برمیگرده، اما خب ابتدای تغییرات عجیب و غریب در خودشون دیدن. یه مقدار ارجاعتو میدم به اون کیس کلاس هفته قبل. سلام عرض می‌کنم خدمت سید محمد رسول هاشمی و از ایشون اول میخوایم این سوال بپرسیم که آیا واقعا جن هم وجود داره، طلسم هم وجود داره، یه همش حرفه. سلام عرض میکنم خدمتون استاد. سلام و رحمت الله و برکات. در خدمتون هستم. خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور عرض ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم. خواهش میکنم. اولین سوال من همین بود. خیلی از بینندگان ما فکر میکنن با تماسایی که داشتیم فکر میکنن یا
اینجوری عقیدهشون هست که اصلا کلا قضیه جن و تلسم و سحر و جادوی قضیه علکیه و فقط میخوان مردم رو تیغ بزنن، هیچ تأثیراتی هم نداره، نه منفی نه مثبت. نظر شما چیه؟ با توجه به این که به بینندگان بگم قبل از این که شما خودتون در این زمینه و در زمینه رقیه شرعی که بعدا حالا بینندگان باشون بیشتر آشنا میشن با این قضیه خودتون تعریف میکنید، شما کاملا خبره هستید. بله انشاءالله. اون چی که علما در مورد اعتقاد به این که سحر وجود داره یا وجود نداره، کلن از نظر شرعی سحر وجود داره و اگر کسی انکار کند وجود جن یا وجود سحر، علما گفتند که این شخص کافر می شود. مدرکتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ دلیلمون آیات بسیاری از قرآن هست که هم در قرآن ذکر شده، و تبع و ما تتلو شیاطین على ملك سلیمان و ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. این یک موضوع است که سحر بوده، از زمانهای قدیم بوده و در دنبال خداوند در این آیت فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. بله. از سحر چیزهایی یاد میگرفتن که باعث میشدن که زن و شوهر را از هم جدا کنن و مسائل دیگری که حالا دنباله اون قسمتی که شما اون اخبار یا اون خبر را خوندید که آیا این رمال ها میتونن کاری بکنن یا نکنند، البته رفتن پیش رمال از نظر شرعی حرام است و جایز نیست و اگر کسی پیش چنین افراد رمالی برود، یعنی در حدیث ما داریم که اگر کسی به نزد اینها برود و گفتار اینها را تصدیق بکند، بر اون چی که بر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده کفر ورزیده، یعنی کافر میشه. عجب، پس قضیه یه مقدار سنگین هم هست، یعنی همچین چیز عادی نیست که هر کسی بره بر پیش دعانویس و رمالی کارش عادی باشه. بله خیلی سنگینه. حتی نگاه کنید حدیث دیگری ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند اگر کسی نزد رمالی یا پیشگوی برود و از او در مورد چیزی سوال کند، نماز 40 روزش قبول نمی‌شه. این اگر انسان فقط سوال کند، به مجرد سوال، حالا اگر اعتقاد داشته باشه که اصلا کفر دیگه و از ملت اسلام، یعنی اگر واقعا از روی دانایی باشه به ملت اسلام کفر می‌ورزه. این افراد رمال چنان که از اسمشون هم پیداست و جادوگر یا ساحر، اینها افرادی هستند که دست در دست جن و شیاطین میگذارند. اینها افرادی هستند که، یعنی اون چی که از اسمش پیداست سحر، یعنی چیزهایی که حقیقت رو پنهان میکند، یعنی دگرگون میکند و در تعریفش گفته شده که ساحر کسی هست که با شیطان اتفاق میکند و این شخص ساحر اعمال کفرآمیزی و شرکآمیزی رو انجام میده و در اینجاست که دیگه شیطان تابع او میشه و براش کارهایی رو انجام میده، نه همه کارها، فقط بعضی از کارها رو براش انجام میده. بله. و تا وقتی که این ساحر کفر نورزد و به دین خودش و آیین خودش و اعتقادات خودش پشت پا نزند، هرگز شیطان در تحت تصرف او نخواهد بود. حالا یه چیزی من... سوال اینجا پیش میاد، چون که تو این خبر بود تعداد کسانی که داخل مثلا شهرهای بزرگ مخصوصا میان فال قهوه میگیرن، فال نمیدونم نخود میگیرن، فال حافظ میگیرن، کلن فالهای به این شکل که زیادم بهش نمیاد که به جن مثلا مربوط باشه. حالا یه نفر میره مثلا یه کتاب میخونه، بعد برای خودش فال میگه، کتاب فالگیریه نمیدونم با قهوه با فالان. آیا اینها هم با سر در ارتباط هستن؟ اینها هم اگر قابل توجه بینندگان عزیز، اینها هم اگر کسی بره پیششون بگه برای من فال بگیر ببینم مثلا شوهرم چه شکلی میشه، اینها هم جزء اون کسایی هستن که کفر ورزیدن و کافر میشن؟ بله اینا فرقی نمیکنه. نگاه کن رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند من اتا عرافا او کاهنا، یعنی همون رمال یا پیشگوی، کسی که ادعای دانستن غیب میکنه، ادعا میکنه که من چیزهایی بلدم و میدونم و از گذشته خبر میده یا بعضی وقتا از آینده بهت میگه. اینها کلن اونهایی که با شیطان در ارتباط هستند فقط از گذشته تو ممکنه اطلاع بتونن به تو بدن و از آینده هرگز به هیچ عنوان نمیتونن برای شما خبری بیاورن و اگر هم
به شما چیزی میگویند این همش دروغ و افترا هستش و درست. هیچ احدی از آینده خبر نداره، فقط اینها از گذشته تو اخباری بهت میگن و گزارشاتی به تو میدن و تو هم میگی که واقعا این فرد راست میگه و تمام اون چیزهایی که میگه مطابقت میکنه با اون چی که من درش بودم. پس این شخص بدان که با جن در ارتباط است. حالا من یک سوال اینجا دارم از چیزایی مثلا بعضی دیگه واقعا عقیده پیدا کردن، خودش خیلی هم کتاب در این مورد وجود داره، به خاطر همین من میخوام بپرسم که بینندگان چی سر بشن از مثلا کف دست و خطای کف دست و نمیدونم اینجور چیزا هم نمیشه فهمید آینده رو؟ از نه از هیچ نمیشه فهمید، چون اینها همه ارتباط داره نوعی به همون سحر و تردستی و جادو اینها. بله الان بکنید شما اگر دقت کنید کسانی که در با سحر در ارتباط هستن وقتی که مریضی پیشش میره از اسم مریض سوال میکنه و از اسم مادرش چرا؟ ولی از اسم پدر سوال نمیکنه، چون اینها اعتقاد دارن که تمام افراد و تمام مردمان ولد زنا هستن و به همین خاطر از مادر سوال میکنند ولی از پدر سوال نمیکنند، چون اینا اعتقاد دارن که اصلا این تمام ازدواج ها اصلا نامشروع هستش. این اعتقاد ساحران هست. درست. به همین خاطره که این اسم ها رو سوال میکنند، اسم پدر و اسم مریض و اسم مادر. درست. و اینو با خلاصه چیزهایی که خودشون دارن تطبیق میدن که حالا به چی نزدیکتره این اسم، آیا به آب نزدیکتره یا به زمین نزدیکتره یا به آسمان، که سحر رو اگر به زمین نزدیکتره در زمین دفن میکنن، اگر به آب نزدیکتره در آب میاندازن و اگر به هوا نزدیکتره اون رو در مثلا بالای چیزی آویزون میکنن. این کارهای این شیاطین هست. حالا اینجا سوالی که خیلی از بینندگان میپرسن زیاد پرسیده میشه، یه کسایی هستن خب الان مثلا این برنامه رو ندیده بودن، برنامه مثل رو ندیده بودن، نخونده بودن، به هر حال رفتن پیش ساحرها، خب زیاد زیاد از این چیزا پیش میاد، تماسهای بسیار زیادی در این مورد وجود داره. بس. کسایی که رفتن پیش یک ساحر، یک نمیگن ساحر طرف معمولا تو ایران مثلا میگن یه دعانویس ملا، خب رفتن پیش یک دعانویس بعد درش این چیزی نوشته و خلاصه دفنش کردن و نمیدونم گذاشتن تو مرغ و نمیدونم از این کارهای عجیب و غریب، بعدش به جای اینکه کارشون درست بشه خودشون یک حالت عجیب و غریب پیدا درشون به وجود اومده، مثلا قرآن که میخونن خسته میشن، نماز نمیتونن به خوبی بخونن، با صدای اذان اذیت میشن. اینا قضیهشون چیه؟ یعنی چرا این اتفاق میفته؟ یک اینکه قضیهشون چیه، یک اینکه راه حلش چیه؟ بله، اولا کسانی که نادانسته نزد این افراد رفتند و الان فهمیدند که واقعا این افراد نالایق و نادرستی هستند، اینها باید توبه بکنند و صادقانه برگردند به سوی خداوند و از این عمل خودشون اظهار پشیمانی و ندامت بکنند و اون عوارضی که بعضی ها دچار اون میشوند، حالا ما دو نوع عوارض داریم که بعضی از عوارض هست که در خواب انسان دچار اون میشه و بعضی از عوارض هست که در بیداری هستش که انسان دچار اون میشه، کسی که حالا جن زده شده یا اینکه نوعی از سحر در او هستش. حالا اگر ما به طور خلاصه اجازه اگر وقت داریم که من زیاد وقت نداریم، اگر به صورت خلاصه هم فرمودید عناوینش رو تیتر بفرمایید. بله، اون عوارضی که در خواب هستش، اولا خواب نرفتن، استراب و پریشانی در خواب، دیدن کابوسای وحشتناک، بعد حرف زدن در خواب یا ناله کردن یا صدا گرفتن از زندون و بلند شدن راه رفتن در خواب و فریاد زدن یا خنده یا گریه در خواب و انسان ممکنه در خواب میبینه که از بلندی داره پرت میشه یا خواب میبینه که در گورستان هستش و اماکن وحشتناک یا میبینه که روی آب داره راه میره یا اشباح رو میبینه، اینها چیزهاییه که عوارضی که در خواب به انسان دست میده. اما عوارضی که در بیداری هستش، مثلا درد معینی در عضوی از اعضای بدنش که هرچی دکتر میده علاجی نداره و سردرد دائم و حالات افسردگی و دلتنگی و احساس خفگی انسان میکنه، همچنین بیزار بودن از خونه، انسان از خونهش بیزاره، وقتی که میره بیرون حالش خوب میشه و به خونه که برمیگرده دلتنگ میشه، یا اینکه بالعکسش، و همچنین زیاد شدن ضربان قلب بدون سبب ضربان قلبش خیلی زیاد میشه و همچنین فکرهای شیطانی برای ارتکاب معصیت و مثلا کشتن آدمها بدون هیچ سبب، یا بازماندن از ذکر خدا میکنه ناراحت میشه، قرآن میکنه ناراحت میشه، نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه وضو بگیره، اینها چیزهاییه که
انسان در بیداری دچارش میشه، دچار فراموشی زیاد میشه، یا فکرش در نماز نیست، اصلا تا به نماز میاد اصلا فکرش مشغول میشه، یا سرگیچه یا گریه زیاد میکنه، یا خنده زیاد، یا حرکات دیگری که ناخودآگاه از خودش سر میده. دلیل خاصی هم نداره. بله، همچنین خشم زیاد بر سر مسائل بسیار کوچک، خیلی زیاد عصبانی میشه، پرتی حواس داره و کسالت و تحلیل قوا، اصلا بدنش اصلا جون نداره و خیلی کسل هستش. همچنین خواب رفتن عضوی از اعضای بدنش، دائما عضوی از اعضای بدنش خواب میره، یا اینکه دچار تشنج میشه، یا اینکه احساس میکنه همیشه کسی رو تعقیب میکنه، یا چیزهایی رو میبینه مثل سایه سیاهی، چیز میبینه که از جلوش داره عبور میکنه، اما وقتی نگاه میکنه چیزی نیست، یا صدای کسی رو میشنوه که او رو صدا زده ولی وقتی نگاه میکنه هیچ کسی نیست. بله. این عوارضی است که در بیداری انسان دچار اون میشه. بله. الان به عنوان دو تا سوال میمونه از اتاق فرمان، میگم وقت ندارم، خواهش میکنم شما یه طوری جمع جورش کنین، چون اتاق فرمان دیگه نمیذارم بیشتر از این طولش بدیم. باشه. اولین سوال، خب بذارید سوال دوم، سوال اولین پرسم. بله. دومین سوال این است که راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که انسان با اون آیات قرآنی و اون احادیث که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده، انسان خودش رو تحسین بکنه، و اگر این درد زیاد دیگه چیز شده، درد زیادی داره و در حالات چیزش زیاد هست، باید حتما مراجعه بکنه به کسی که رقیه شرعی میخونه و به طور درست و صحیح میخونه، روی او خونده بشه تا اینکه انشالله علاج بشه. و از مسائل بسیار مهم خواندن سوره فلق، سوره ناس و سوره اخلاص و همچنین آیه الکرسی، اینا حتما بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب اینها را حتما باید خونده بشه که جزء از کار صبحگاه و شامگاه هستش، و همچنین بعد از هر نماز انشاءالله. درست. الان یکی مثلا که مشکل داره بلند شه بره مثلا پاکستان، چون شنیده یک نفر تو پاکستان مسائل رو مثلا دعوا میکنه، بلند شه مثلا بره ترکیه، نمیدونم از این کشورهای همجوار، جای دور، برای اینکه یک نفر اونجا هست که این مشکل رو درمون میکنه، همچون چیزی اینا نگاه کنید، باید حتما کسی که این کار رو درست بکنه. نیست؟ حتما کسی که میخواد این علاج رو بکنه حتما از اون طرف مقابل باید یعنی تحقیق و بررسی بکنه، این آقا این فرد آدم درستی هست، پیشینه خوبی داره، اهل تقوا است یا نه. نه، منظورم اینه که شخص مشخصی میتونه این کارو کنه یا نه، هر کس مثلا میتونه در نزدیکی خودش یک شخص مثلا با تقوا پیدا کنه و روش رقیه بخونه، قرآن بخونه، آیات رو بخونه. واقعا این توانایی رو داشته باشه اشکالی هم نیست. بله، انسانی که با تقوا باشه، و البته باید این توانایی رو داشته باشه. هر انسانی با تقوا ممکنه نتونه این کارو انجام بده، چون اینها احتیاج به خبره داره و احتیاج به مهارت داره که بعضی وقتا اگر انسان ناوارد بشه ممکنه دچار دردسرایی هم بشه و ممکنه دست. که مریض رو دچار خلاصه مرگ هم بکنه. اینها هم هستش و باید خیلی در این موارد بسیار دقت کرد. اولا فکر می‌کنم تو ایران، هم مناطق جنوب ایران، هم مناطق مختلف ایران هستن اشخاصی که بتونن کار کنن. اما سال آخر من همون سال اولین بود که الان یک امکان داره که یک اشخاصی که در نزدیکیاشون مسئله سحر و جادو به وجود اومده، بعد هی وسواس پیدا کنن، مثلا به قول شما پاش یه مقدار خواب بره، به طور مداوم بگه حتما من سحر شدم و جادو و فلان و جن زده شدم و نارف، یا مثلا یکی دو شب خواب بعد ببینه همچون فکری کنه، یا نمیدونم قلبش تند بزنه همچون فکری کنه. نظر شما چیه؟ این سبب نیست که مثلا حالا اگر ما یک حالتی یا دو حالتی در ما وجود داشت حتما ما باید این فکر رو بکنیم. و یکی از مسائل بسیار مهمی که ما باید دقت بکنیم، هرگز ما باید به خودمون ترس راه ندهیم. بله. و نترسیم و همیشه باید توکل ما بر خداوند باشه و آیات قرآن را تلاوت بکنیم، و چنان که خداوند می‌فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفا است و رحمت است برای مؤمنان فقط. ده. لا یزید الظالمین الا خسارا، اما برای کسانی که ظالم هستند جز خسارت و جز زیان چیزی دیگری در بر نداره. پس ما باید دقت کنیم. حالا اگر چندین عوارض داشتید و به طور مرتب مثلا هفته به هفته تکرار میشد و این دائما این مسائل برای شما تکرار میشد، اون موقع است که شما باید مراجعه بکنید به کسی که این کارشه، و انشالله که
نتیجه نتیجه بگیریم. خیلی خیلی متشکرم، ببخشید که زیاد وقتتون گرفتم، آسف فرمان دیگه میگن واقعا وقتمون زیاد پایین برنامه هم نموده. خیلی خیلی متشکرم و خدایا نگهدارتون. سلامت باشید، خدا خدافظ شما. خواهش میکنم اگر دچار سحر و جادو شدید به رقیه شرعی روی بیارید، قرآن زیاد بخونید، سوره بقره زیاد بخونید، به کتاب @nurtv.net ایمیل بزنید و براتون ارسال میشه رقیه شرعی، آیاتی از قرآن و از کاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای شما ارسال میشه و میتونید اون رو خودتون روی خودتون یا کسی روی شما بخونید هر روز هر روز. زمانهاش هم بیشتر نوشته شده بعد از نماز یا هر وقت دیگه، همش از سنت رسول هست صلوات الله و سلام علیه. میتونید به کتاب @nurtv، نه به خبر @nurtv، کسانی که به خبر @nurtv ایمیل میزنن و درخواست کتاب میدن به هیچ نتیجه نمیرسن. بخش بعدی رو با هم ببینیم، برمیگردیم. تشکر میکنم از آقای رادمهر از زنجان برای ارسال این خبر. دیده بودیم روی شن، روی ماسه و روی چیزهای مختلف دیگه، اما این بار روی آرد بود. جالب بود تصاویری که با به وسیله آرد کشیده میشد. به خبر @nurtv این ایمیل پیشنهاد انتقادات اصلا رفتی به موضوع نداره. شما میتونید خبر @nurtv.net ایمیل بزنید برای و ایمیل و لینک های تصاویرتون رو اگر آپلود کردید، اگر نه خود تصویرتون اگر حجمش کم هست به وسیله ایمیل بفرستید. یک دونه دیگه، دو دونه دیگه ارسالی های شما رو از اتاق فرمان میگن که با هم میبینیم. تشکر میکنم از غزل خانم، از رضا شرف واسه ارسال این خبر. از همه میزا جالبتر، حالا اونو باز میشدن که چی میزا جالبتر از این میزا بود که هولش میده خودش راه میره، به فکر هر کسی نمیرسه یک میز اختراع کنه که نیاز نباشه دو طرفش رو بگیریم بلند کنیم هولش بدیم خودش مثل بچه آدم راه میره. یه دونه دیگه هم ببینیم. Oh,
این هم از این قضیه جنگ و دعوا در برنامه تلویزیونی. خدا رو شکر ما در برنامه همون اونقدر قضیه بغرنج نمیشه که به کتککاری برسه و این مسائل به وجود بیاد درش. شما بینندگان عزیزم میتونید به khabar@noortv.net مطالبتون رو بفرستید، خبرهای تصویری و خبرهای به صورت متنتون رو میتونید بهش بفرستید. حتما 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 رسیدگی میشه هر هفته هر روز، اما اگر ببینید که یه مقدار تأخیر پیدا شد در خبرتون، دو حالت داره، یا اینکه نرسیده، یا سه حالت داره، یا اینکه نرسیده، یا اینکه در هفته بعد پخش خواهد شد، و اگر در از اینکه دو هفته پخش نشد مطمئن باشید که یا نرسیده یا اینکه قابل پخش نبوده. بخش بعدی اگر آماده هست رو با هم میبینیم. An explosion tore through this internet cafe in China's southwestern Guizhou province with deadly force. At least six people are dead and police say more than 30 others have been injured. The blast on Saturday night in Kaili City reduced the building to rubble. Search and rescue teams were still sifting through the debris on Sunday. Doctors at one of the hospitals where the casualties have been taken say their injuries are not life-threatening. Come on, Brooke. There you go. We are literally getting pounded. Ecuador's evacuating towns and villages after the Tungurahua volcano started erupting. The volcano, whose name means throat of fire, began spewing molten rock and ash clouds on Saturday. People living within 8 kilometers of the volcano have been warned to leave the area. Tungurahua is one of 8 active volcanoes in Ecuador. It's been rumbling on and off since seismic activity began to pick up in the area 11 years ago. Oh.
از اتاق فرمان به من به صورت تقلب میگن که این خبر آخری، اون شخصی که از زیر قطار اون مرد مست رو کشید بیرون یک پلیس بود که در وقت کاریش هم نبود، یعنی اوقات فراغت یک پلیس بود که دیده بود یک مرد مست میفته روی یک مرد مست میفته در روی ریل قطار یا مترو و اون رو نجات میده و میکشتش بیرون. اینا رو دیگه خبرای ویدیویی رو مگر اینکه مورد خاص باشه خودتون فیلم گرفته باشید شما نمیتونید ارسال کنید، خود تهیه کننده محترم برنامه رو انتخاب میکنه خبرهایی رو که در هفته جالب بودند به صورت تصویری آماده میکنه در دو بخش در برنامه گذر نظر، شما بینندگان عزیز میتونید اونا رو ببینید. بخش بعدی رو میبینیم، برمیگردیم. خبر اولمون یک خبر از در مورد 11 سپتامبر. 11 سپتامبر قضیهش خیلی جدید نیست و زیاد در موردش صحبت شده، قضیه یه مقدار دیگه کاملا فهم می‌کنم همه بدون چه اتفاق افتاده، اما مسئله اصلی ما در مورد قضیه 11 سپتامبر نیست، گرچه بستگی داره به اون قضیه 11 سپتامبر. کشیش آمریکایی گفت 11 سپتامبر کار مسلمانان نبوده است. یک کشیش آمریکایی در واکنش به اقدام اهانت‌آمیز نسبت به قرآن در آمریکا تأکید کرد که واقعه 11 سپتامبر حمله اسلامی نبوده و در دنیا قابل اعتمادترین دین برای صلح همان اسلام است. به گزارش خبرگزاری جهان ترکیه دایریک فیکا یا دیریک فیکا، اگر درست تلفظ کرده باشم، کشیش آمریکایی و رئیس پارلمان جهانی ادیان تأکید کرد که حادثه 11 سپتامبر آنطور که ادعا می‌شود حمله اسلامی و یا اقدامی از سوی مسلمانان نبوده است. وی در ضیافت ادواری بنیاد نیاگارا در شهر شیکاگوی آمریکا و با حضور جمع زیادی از صاحب نظران، دانشگاهیان و اندیشمندان ادیان مختلف سخن می گفت. با اشاره به این مسئله، ساخت مسجد در نقطه موسوم به نقطه صفر در شهر نیویورک که همان محل برج‌های دوقلوی تجاری جهانی است، تصریح کرد با کسانی که مخالف ساخت مسجد در این نقطه هستند موافق نبوده و به عقیده او ساخت بنای مسجد در این مکان مانعی ندارد. وی افزود دلیل مخالفت مخالفان ساخت مسجد حادثه 11 سپتامبر است، ولی این در حالی است که این حادثه آنگونه که ادعا می‌شود حمله اسلامی و یا اقدامی از جانب مسلمانان نبوده است. در ادامه این روحانی روشن فکر مسیحی در ادامه تصریح کرد که پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه دو جهاد اکبر و اصغر را مطرح ساخته که جهاد اکبر مبارزه انسان با نفس خیش است و امروزه همه باید در این جهاد شرکت کنند. خب جالبه در نوع خودش اینکه یک کشیش آمریکایی، اگر برگردیم به استادیو ممنون میشم،